و در این بخش برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم با عارفه جان، آمنه جان و بنین جان. این هر سه برای ما تحفه‌های بسیار عالی را آوردن. بریم و از زبان خودشان بشنویم که برای ما چی آوردن. خب عارفه جان، خودت معرفی کن و بگو که به برنامه چی آوردی. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من عارفه محمد طاهر، تخلص موحدی، متعلم صنف اول از لیسه خصوصی مهدویه‌جا. بسیار زیاد. من یک قصه به نام دوبوز آوردون میخواییم تقدیم کنم. بسیار زیاد علی، تشکر عزیزم و خوش آمدی به برنامه. آمنه جان، خودت به دوستات معرفی بود و بگو که چی آوردی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت مدیران محترم، مدیر محترم و بینندگانی که ما را همین اکنون از پشت پرده تلویزیون راه فردا بیننده است. آمنه مهدوی هستم، متعلم صنف اول از لیسه خصوصی مهد ابتدا. یک قصه به نام آرش و گوگرد آوردم به شما و به همکاران شما که ما را به برنامه خود دعوت کردید تقدیم میکنم. بسیار زیاد عالی. کلیگش نوشته بودید در سر ورق که از خاطر که از یادت نرم. بسیار زیاد عالی، خیلی مقبول بود و از اینکه اقدر صاف و روان خواندی تشکر. خیلی خوش آمدی به برنامه. و بنین جان، خودت معرفی کن با دوستای بود که چی آوردی به برنامه. بنین سلطانی هستم، متعلم صف اول. بسیار زیاد عالی. یک تا دکلمه آوردم تا به شما تقدیم میکنم و راه فردا و شما تقدیم میکنم. امیدوارم که شما خوشتان بیاید. حتما خوشم میاد بنین جان نازنین، با این صدای مقبولی که تو داری اگه بخوانیم حتما خوشم میاد. خب عارفه جان، اولتر خودت گفتی که قصه دوبوز را آوردی، میشه که برای ما بخوانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بود نبود دو بوز بود، یکی سیاه و دیگری نسواری رنگ. یک روز هر دویشان از پل می گذشتند. پل بسیار باریک بود، اما هر دو بوز آرزو داشتند که اول از پل بگذرند. بوز نسواری به بوز سیاه گفت: هی بوز سیاه، تو پس برو که اول من از پل تیر شوم. بوز سیاه که بسیار قهر شده بود گفت: من پس نمی روم، تو پس برو که اول من از پل بگذرم. هر دوی آنها به گفت و شنود شروع کردند تا اینکه جنگ میانشان شد و در نتیجه هر دویشان به آب افتاد و نزدیک بود که غرق شوند. اما آنها دوباره خود را بالای پل رساندن تا یکی اولتر از دیگر عبور نمایند. بالاخره آنها فکر کردند و به این حقیقت پی بردند که اگر بخواهیم هر دوی ما یکجا از پل عبور کنیم برای ما مشکل است، پس باید با یک دیگر سازش کنیم. همان بود که بوز نسواری گفت: عزیزم، نیاز نیست که شما پس بروید، من روی پل دراز می کشم و شما از روی من عبور کنید. بوز سیاه قبول کرد. بوز نسواری روی پل خوابید و بوز سیاه از پل گذشت و بعد بوز نسواری از روی پل عبور کرد. شاگردان عزیز، وقتی که هر دو بود با هم سازش کردن، مشکلشان حل آرام و آسوده رفتن. تشکر از توجهشون. بسیار زیاد علی، چقدر عالی خواندی و خودت هم فکر کردم که مثل کبرا جان تازه نو صنف اول شدی، درسته عارفه جان؟ هست. بسیار زیاد علی. و خودت هم خواندن از چه وقت یاد گرفتی؟ همون وقت که در مکتب آمدم.
هم وقتی که در مکتب آمدی، یعنی که پارسال که کودکستان بودی. آه. استادتون کی بوده که قدر خوب در شما یاد داده؟ جعفری. خانم جعفری بوده؟ بسیار زیاد عالی. تشکر از خانم جعفری که اینقدر شاگردای خود خوب یاد داده و آموزش داده. عارفه جان، از قصه چی یاد گرفتی؟ با یکدیگر کمک کنیم، دوست باشیم، تا بتانیم که از پول تیر شویم. البته پولی که ما در پیش روی خود داریم، پول سختی های زندگی، نه؟ ها. آفرین. پس با دوستای خود میتونیم که یک مشکل خیلی راحت تر انجام بدیم، رفع کنیم، تا اینکه خود ما تنها باشیم، نه؟ بسیار زیاد علی. پس ما باید در دوستای خود کمک کنیم وقتی که در یک مشکلی برخوردن، نه؟ آه. بسیار زیاد علی. و خودت آمنه جان به برنامه چی آوردی؟ یک قصه آوردم که برای شما اجرا نمایم. بله. شما میخواین از روی کتاب بخونی؟ بله. بسیار زیاد علی. میشنویم عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. آرش و گوگت. روزی از روزها خاله بیبی برای اطفال قصه می گفت. اطفال شیرین و دوست داشتنی، خوب گوش کنید. پسری بود به نام آرش. او یک روز در خانه تنها بود و با گوگل بازی می کرد. پدرش او را از حولی دید که با گوگرد بازی می کند. برادرش گفت: آرش جان، با گوگرد بازی نکن، چون آرش مشغول بازی بود. متوجه گپ پدر خود نشد تا این که گوگرد از پیش او روشن شد. از روشن شدن گوگرد آرش بسیار وارخطا شد. دستش سوخت و ناگهان چوبک گوگرد را روی فرش خانه انداخت. فرش خانه هم آتش گرفت. پدرش آرش خود را بر زودی رساند و آتش را خاموش نمود. پس از آن پدرش به آرش گفت: آرش جان، چند دقیقه پیش برای تو گفتم که با گوگرد بازی نکن، اما تو گپ مرا نشنیدی و مشغول بازیگوشی خود بودی. به گپ های من توجه نکردی تا این که دست خود و فرش خانه را سوختندی. آرش از کار خود بسیار پشیمان شده بود. در حالی که از خجالت سرش پایین بود گفت: پدر جان، من با خود عهد می کنم که دیگر با گوگرد بازی نکنم. خاله بیبی در آخر گفت. اطفال گفت: شما هم کوشش کنید که با گوگرد بازی نکنید، زیرا نتیجه آن را دیدید. بسیار زیاد علی عزیزم، چقدر مقبول خواندی. اما تا آهسته آهسته گک، یک قصه بسیار زیاد پندآموز بود. و خودت بگو که از قصه چی یاد گرفتی؟ از قصه یاد گرفتیم که گوگرد بازی نکنیم، چون که دستای خود درد میکنیم و فرش متسوزنیم. آه، خیلی مهمه که ما همراه چیزای خطرناک بازی نکنیم، نه؟ بله. بسیار زیاد علی. و چقدر خوب است که به گپ پدر و مادر خود گوش بدیم، و وقتی که پدر و مادر ما از یک کاری ما را ما نمی کنند، به گوش خود بگیریم و چشم بگوییم، نه؟ بله. بسیار زیاد علی. خودت به گپ پدر و مادرت گوش میدیم؟ بله. به غیر از گوگرد دیگه چه چیزی خطرناک است که در خانه نباید کد از او بازی کنیم؟ گاز؟ قیچی؟ قیچی، آفرین. سوزن؟ سوزن. و چیزهای دیگه؟
و چیزای دیگه‌ای که ما رو آگاه می‌کنن؟ بله. بسیار زیاد و عزیزم آمنه جان خیلی تشکر و خیلی مقبول خواندی. خودت هم صنف اول هستی؟ بله. یعنی همصنفی عارفه و کبرا هستی؟ بله. بسیار زیاد عالی. و کلت هم پارسال در یک صنف بودین، صنفی ها بودین؟ بله. شما هم شاگرد خانم جعفری هستین؟ بله. و بنین جان، بنین جان خودت چی آوردی به برنامه؟ دکلمه. آفرین، یک دکلمه آوردی و میشه که بخوانی؟ بله. تاج افتخار. اگر خداوند بزرگ را سجده کنی، اگر جمال خداوند بزرگ را در گل ببینی، اگر جلوه او را در آسمان زمین ببینی، اگر دوستانت را دوست بداری، اگر پدر و مادرت را با ارزش بداری، اگر به امانت خیانت نکنی، اگر پنجره ات به سوی آفتاب باز کنی و اگر جشن شادمانی برپا سازی، سر انجام ای آدم تاج افتخار بر سر نشانی. بسیار زیاد عالی، خیلی مقبول بود دیپلمه ای که خواندی. از دیپلمه تو چی یاد گرفتی عزیزم؟ ما باید آدم خوبی باشی. آدم خوبی باشی تاج افتخار را در سر خود کنی. بسیار زیاد عالی عزیزم. بنین چند ساله ای تو؟ شش ساله ای. خیلی عالیه که تو شش ساله ای و میتونی بخوانی و ای که فعلا صنف اول هستی. پارسال تو هم همصنفی آمنه و عارفه و کبرا بودی؟ بله. و امسال صنف اول هستی؟ بله. بسیار زیاد عالی، خیلی خیلی واقعا شگفت زده شدم از اینکه شما ها در از سن کم میتونین که بخونید و بنویسید و اقدر مقبول دیپلمه کنید و اقدر مقبول نتیجه قصه ها را بگیرین و اقدر راحت تشریح بدین. خب بسیار زیاد عالی، بسیار زیاد تشکر. گفتنی آخرتان به برنامه چی است؟ خودت بنین جان از خودت میپرسم که گفتنی آخرت به دوستایی که در خانه هستن چی است؟ ما باید با همصنفی خود خوبی کنیم. آفرین، بسیار زیاد عالی. راست میگه، مکتب ها شروع شده و ما باید با همصنفی های خود دوست باشیم و یکدیگر آزار نتیم در صنف، نه؟ و زیادتر در درس ها گوش بدیم و بازیگوشی نکنیم که صنفی های ما حواسشان پرت نشود، نه؟ بسیار زیاد عالی، خیلی پیام خوبی دادی بنین جان. و خودت آمنه جان گفتنی آخرت به برنامه چی است؟ گفتنی آخری من است که باید شما گوگرد نکرین، چیزای خطرناک باشه شما نکرین و کارای بدم نکرین. بسیار زیاد عالی، و دکر پدر مادر خواهم گوش بدین. بسیار زیاد علی، تشکر آمنه جان. و بنین عارفه جان خودت گفتنی آخرت و برنامه چی است؟ باید ما با یک دیگر دوست باشیم، شوخی نکنیم، مردم آزار ندیم. بله. و در کارا با دوستای خوب کمک کنیم. بسیار زیاد عالی. خب دوستای عزیز، خیلی چیزا از پیش عارفه جان و آمنه جان و بنین جان یاد گرفتیم. بسیار زیاد تشکر از اینکه تا این دم ما را همراهی کردیم. اوقات خوب و خوشی را با دوستای ما داشتیم. الله یار و نگهدارتان.